هجدهمین روز فروردین ماه برابر با هفته آپریل سال 1326 خورشیدی برابر با 1947 میلادی، در گذشت هنری فورد، مخترع آمریکایی و پدر صنعت اتومبیل. هنری فورد بنیانگذار شرکت خودروسازی فورد و نخستین کسی است که برای ارائه خودروی ارزان قیمت خط تولید اتومبیل را به وجود آورد. وی نه تنها انقلابی در صنعت اروپا و آمریکا ایجاد نمود، بلکه ترکیب تولید انبوه کالا، دستمزد بالا برای کارگران و قیمت پایین پیشنهادی او تأثیری به سزا بر اقتصاد و جوامع قرن بیستم گذاشت، چنانکه آن را فوردیسم نامیدند. او که در میشیگان آمریکا متولد شده بود، از کودکی در مزرعه خانوادگی کار میکرد و اوقات فراغتش را به اندوختن تجربه در تعمیرگاه ماشینهای مزرعه میگذراند. فورد در سن 17 سالگی مزرعه خانوادگی را ترک کرد و به دیترویت نقل مکان کرد و در آنجا بود که کارش را در زمینه تعمیرکاری ماشین و به ویژه موتورهای بخار ادامه داد. فورد که به یک ماشینکار حرفه‌ای تبدیل شد، توانست یک موتور کوچک گازوئیلی را طراحی کند. سپس توماس ادیسون او را به عنوان مهندس ارشد شرکت روشنایی بخش استخدام کرد. 3 سال بعد فورد یک ماشین گازوئیلی ساخت که به نام کالسکه بدون اسب شهرت یافت. وی سپس سرعت و کارایی سوخت ماشین ها را افزایش داد و در آخرین سالهای زندگی خود به عنوان رئیس بنگاه فورد که یک مؤسسه خیریه بود خدمت می کرد. فورد مصرفگرایی را باعث صلح در جهان می دانست و همین اندیشه هم آرام آرام او را به یکی از مشهورترین و متمولترین مردان تاریخ صنعت غرب مبدل کرد. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، امیر عباس هویدا نخست وزیر پیشین ایران به اعدام محکوم گردید و تیرباران شد. امیر عباس هویدا که برای 13 سال متمادی نخست وزیر ایران به شمار می آمد، رکورددار طولانی ترین ریاست دولت در طول تاریخ ایران محسوب می شد. با روی کار آمدن انقلابیون در بهمن 57، هرچند بارها به پیروی از کیش بهائیت متهم شد، اما چون این اتهام را واهی می دانست و قویاً بر مسلمان بودنش تأکید داشت، به عنوان تنها مقام بلند پایه دولت محمد رضا شاه پهلوی، علارغم داشتن امکان فرار از ایران، توسط دکتر ابراهیم یزدی تسلیم شد و داریوش فروهر او را تحویل گرفت و تسلیم دولت موقت مهندس مهدی بازرگان گردید. پس از آن بلافاصله انقلابیون وی را به دادگاه انقلاب تحویل داده و صادق خلخالی قاضی دادگاه انقلاب اسلامی نیز وی را به اعدام محکوم نمود. اما پیش از اتمام دادگاه و در وقت تنفس، به مجرد آنکه پای هویدا به حیات زندان قصر رسید، بر اثر شلیک 2 گلوله به گلویش از سوی هادی غفاری به شدت زخمی شد. هویدا به زمین افتاد و وی که می دانست زخمی مهلک برداشته، به شخصی به نام کریمی که در صف همراهان خلخالی بود رو کرد و خواست که جانش را بستاند. کریمی هم ظاهراً از سر لطف تیر خلاصی بر جمجمه هویدا شلیک کرد.